دنبال تمرینات خوب بازیگری میگردین؟ خیلی دلتون میخواست یک پک کامل آموزش بازیگری حرفه‌ای در اختیار داشتین که میتونستین قدم به قدم باهاش برید جلو و حرفه‌ای ترین تمریناتی که توی این حرفه وجود داره رو انجام بدین؟ دنبال تمریناتی میگردین که توی دنیا شناخته شده باشه و جواب خودش رو پس داده باشه در طول این 150 سال گذشته و تو سبک‌های مختلف بازیگری و تو سینماهای مختلف جهانی یا تئاترهای مختلف جهانی؟ اگه شنیدن در مورد یک پک کامل آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم براتون جذابه، ادامه ویدیو رو با من باشین. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبا دانشگاه تهران. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض اینکه من یه ویدیو تولید کردم شما ازش آگاه بشید و اگه دوست داشتید تشریف بیارید و ویدیو رو ببینید. یه خواهش ازتون دارم، اونم اینه که لطفاً توی کانال تلگرامی اکتینگ جرنی و پیج اینستاگرام actingjourney.dr که لینک هر دوتاش توی دیسکرایپشن یا توضیحات ویدیو اون پایین هست، لطفاً توی این دوتا کانال عضو بشید. من یک سری از اطلاع رسانیامو از طریق این دوتا راه ارتباطی انجام میدم. خب قبل از اینکه من برم سراغ موضوع امروز و معرفی پک، جا داره بهتون بگم اگر تا الان هیچ ویدیویی از من ندیدی، به نظر من بهتره که این ویدیو رو فعلا نبینی و بری چند تا ویدیو از من ببینی و اگر با روش تدریس من خوب گرفتی یا دوستش داشتی روش آموزش تیچینگ من رو، آموزش من رو، اون وقت بیا و این ویدیو رو ببین. برای بقیه که چندین وقت من رو دارین تحمل میکنین، حرافی های من رو دارین تحمل میکنید، این ویدیو ممکنه ویدیو طولانی باشه چون معرفی کامل پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدمه و نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی فکر نکنم با 10 دقیقه ربع تمام بشه، شاید هم شد، نمیدونم. پس بهتره که اگه واقعا یه جای شلوغ هستین یا به هر دلیلی توی مسیر یه جای هستید، ویدیو رو پاز کنید و سر فرصت این ویدیو رو ببینید. و اگرم نه تو خونتون هستید، به نظر من میتونید یک لیوان چای یا قهوه یا یک لیوان آب یا نوشابه بیارید و ادامه ویدیو رو با هم باشید. خب بچه ها، طبق قولی که بهتون داده بودم و به خودم هم داده بودم، پک کامل آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم تموم شد. ده 99%ش تموم شده، ولی اون 1% چیزی نیست، حالا توضیح میدم براتون. پک آماده شد و الان روی سایت actingjourney.ir آپلود شده و لینکش رو هم، لینک تهیهش رو هم گذاشتم اون پایین، به محض اینکه تو توضیحات ویدیو و توضیحات تمام ویدیوها کم کم گذاشته میشه، اگه روی لینک بزنید مستقیما ارجاع داده میشید به سایت actingjourney.ir و اونجا میتونید پروسه تهیه کردن پک رو برید جلو. حالا محتواش چیه و به درد کیا میخوره؟ این که به درد کیا میخوره رو بذاریم برای آخر، فعلا محتوای پک رو کامل من باز کنم یکی یکی. از نظر خودم محتوای کاملیه و تا همین الان هم که یکم طول کشید تهیه کردن این پک، به خاطر وسواسی بود که خودم داشتم برای آموزشش و دلم میخواست که کامل باشه و هر آنچه را که واقعا لازمه یه بازیگر حرفه‌ای شدنه
مهارت‌های بازیگری، اون مهارت‌های لازم توش باشه. برای همین هی زمان برد ضبط کردنش، تدوین کردنش و در نهایت گذاشتنش توی سایت. بچه ها من 14 سال تجربه بازیگری و کارگردانی، که خب البته بیشتر بازیگری، توی تئاترهای حرفه‌ای و فیلم‌های حرفه‌ای رو من در تهران دارم. فارغ التحصیل تئاتر هم از دانشگاه تهرانم و کلی ورکشاپ و دوره‌های بازیگری هم رفتم و همچنان هم خودم رو یک هنرجوی بازیگری می‌بینم و باز هم رو به جلو دوست دارم باز هی آموزش ببینم و مهارت‌های اساسی این حرفه رو هی یاد بگیرم و برم پیش اساتید خیلی خوب هی بیشتر یاد بگیرم. هر آن چرا که توی این 14 سال یاد گرفتم، هر آن چرا که توی کتاب‌های بازیگری تمرینات خوبی که خودم انجامشون دادم و باشون کلنجار رفتم و هدف اون تمرینات رو پیدا کردم، هر آن چرا که توی ورکشاپ‌های بازیگری که بودم یا بودیم رو اون تمرینات رو که به دردمون خورد رو همه رو آوردم و توی این پک گذاشتم، یعنی تا جایی که تونستم تا خرتناق پرش کردم از تمرینات خوب بازیگری. موضوعاتی که این پک شاملش میشه، مثل تخیل، مثل تمرکز، بیان، لهجه، بدن، حواس پنجگانه، رهایی از تنش، کار روی متن، کار روی نقش و دو تا ویدیویی که به زودی بهشون اضافه میکنم، شاید هم همین الان که داری میبینی اضافه شده باشه. امروز تاریخ 8 دی 1399 و فکر کنم دیگه تا 18 دی 1399 این دو تا ویدیو هم که یکی ویدیو عواطفه، یکم ویدیو از کجا شروع کنیمه، یعنی چجوری حالا همزمان با این که داریم تمرین میکنیم یا این که چند ماه داریم تمرینات رو انجام میدیم، حالا میخوام وارد این حرفه بشیم و کم کم انجامش بدیم بیرون و تو سر کارها و این داستانا و چجوری میتونیم شروع بکنیم، که اون دو تا ویدیو هم تا 10 روز آینده گذاشته میشه. خب دو تا ویدیو مهم هم هستن، اما نمیخواستم منتظر باشم تا اینا تمام بشن بعد پک رو آپلود کنم، لازم بود که حتما پک رو آپلود کنم. پک به خودی خود کامله همین الان، اما باز من یکم وسوسه داشتم و هی خواستم حلالش کنم به خاطر هزینه‌ای که بچه‌ها میکنن به خاطر این پک. یک سری ویدیوهای تکمیلی من خواهم گذاشت در آینده. یعنی چی؟ یعنی با این که پک همی الان کامله، ولی ممکنه یهو من تو کتابهایی که میخونم، سر فیلمهایی که میرم، تئاترهایی که میرم، آموزشهایی که خودم همی الان دارم میبینم، یهو یک تمرین خیلی خوبی به پستم بخوره و خب حیفم میاد این تمرین اونجا نذارم دیگه. اونجا تحت عنوان ویدیو تکمیلی شماره 1، ویدیو تکمیلی شماره 2، ویدیو تکمیلی شماره 3، ویدیو تکمیلی شماره 4، ویدیو تکمیلی شماره 5، حالا تا ابد بگوینو، و تحت عنوان ویدیوهای تکمیلی هی بهش اضافه میشه، چه مدت به چه مدت نمیدونم، هر زمانی که من یک تمرین خوب خوندم یه جایی، یک تمرین خوب دیدم و مطمئن بودم که تمرین خوبیه و تا خودم هم اطمینان پیدا نکنم اونجا نخواهمش گذاشت، و وقتی که مطمئن شدم حالا اون ویدیو رو اونجا آپلود میکنم. اما موضوع این است، کسایی که یک بار پک رو تهیه میکنن تا الالعبد از این ویدیوهای تکمیلی مربوط به این پک برخوردار میشن، از اینکه بتونن تهیهش بکنن و دوباره هزینه اضافی ندن به خاطر این ویدیوهای تکمیلی. پس شما یک بار که پک رو تهیه بکنی، که هرچند میگم پک کامل واقعا برای کسی که میخواد در سطح جهانی حتی بازیگری بکنه، واقعا پک کاملیه برای اینکه بخواد بازیگر خوبی بشه، اون چیزی که ما به عنوان بازیگر خوب یا عالی ازش یاد میکنیم. اما باز با توجه به اینکه دنیا هی بروز میشه و تمرینات خیلی خفنی گاه‌گداری از این ور اون ور پیدا میشن توی یک سری ورکشاپ ها،
بچه‌ای که یک بار پک رو تهیه میکنن میتونن از اون ویدیو تکمیلی استفاده بکنن. یک کار دیگه من کردم برای اینکه خیلی حلالش بکنم، اونم اینه که سب کنید در مورد قیمتش هم حرف بزنیم، اونم اینه که ببخشید، من شما وقتی که ویدیو رو پک رو تهیه کردید توی یکی از اون لینک های دانلود که براتون باز میشه، لینک یک گروهی هم براتون باز میشه، یک گروه تلگرامی که مخصوص بچه هایی هن که این پک رو تهیه کردن، مخصوص بچه هایی هن که هزینه گذاشتن، مخصوص بچه هایی هن که براشون جدی بازیگری، فقط حرفشو نمیزنن، مخصوص بچه هایی که واقعا براش قدمی برداشتن، مخصوص بچه هایی که همین الان همونطور که میدونید من پیش فروش گذاشته بودم این پک رو با 70% تخفیف دیگه، یک سری از یکی از بچه ها رفته بود کامپیوترش رو فروخته بود برای اینکه هزینش رو تهیه بکنه، و خب این آدم جدیه دیگه، این آدم واقعا میخواد که بازیگر بشه، این آدم هر جوری شده میخواد بهای بازیگر شدنش رو بپردازه، چه مادی چه انرژی و زمانی. پس اون گروه مخصوص این بچه هاست، مخصوص این بچه هایی که واقعا جدیه، فقط حرفشو نمیزنن. البته لزوماً تهیه کردن یک پک، هزینه کردن برای یک پک خیلی جدی بودن شما رو نمیرسونه، اما گام اول دیگه، قدم اول رو برداشتن، و من فکر میکنم لیاقت این رو دارن که توی همچین گروهی باشن. حالا اون گروه چه منافعی داره؟ یک، اولا خب بچه ها همدیگر رو میشناسن، تو همه از همه جای ایران با هم دیگه کم کم آشنا میشن، جامعه کوچیکی داریم تو حوزه بازیگری سینما و تئاتر، هر چقدر بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم در آینده راحت‌تر میتونیم از هم دیگه استفاده کنیم، این آشنایی اونجا به درد میخوره خیلی زیاد. و یه کار دیگه، دو تا کار دیگه هم قرار انجام بشه توی اون گروه، یکی این که یه خصلتی ما آدما داریم، طلا رو هم بدن دستمون باز هم یه خصلت تنبلگونه‌ای داریم برای انجام دادن تمرینات گاهی وقتا. من برای اینکه یه انگیزه ای داده باشم به بچه ها توی اون گروه، حالا مطرحش میکنم بینشون و قوانین گروه هم همینه، از توی بازه مشخص مثلا ساعت 9 شب تا 11 شب هر کسی در حد یک پیام چند خطی یا یک خطی یا دو خطی، من فلانی فلانی از فلان شهر انقدر ساله مثلا، یا حالا اینا رو هم خیلی مهم نیست دوست داشته باشه بنویسه یا نه دیگه اون بسته به خودش داره، اما بنویسد که امروز من انقدر ساعت زمان گذاشتم برای بازیگری و این تمرین و این تمرین و این تمرین رو انجام دادم، اون تمریناتی که تو پک من گفتمشون. خب این انگیزه ای تولید میکنه وقتی که بچه ها میبینن بعضی از بچه ها واقعا دارن تمرین میکنن و طبیعتا نتیجه تمریناتشون رو دارن میبینن دیگه. پس این یه انگیزه ای میشه برای انجام منظم تمرینات و یه انگیجمنت با حال بین بچه ها اتفاق میفته. و یه چیز دیگه هم که این گروه داره، من با اینکه سعی کردم همه مطالب رو شفاف توضیح بدم توی پک، باز هم گفتم خدایا نکنه یه جایی از مثلا یه قسمت رو یکی از بچه ها واقعا نفهمه و بدبخت نتونه من رو پیدا بکنه به هر دلیلی دیگه، مثلا اینستاگرام از بین بره، تلگرام از بین بره، من همین فردا افتادم مردم و دیگه واقعا و دیگه نتونه اون جواب اون سوالش رو پیدا کنه و مجبور باشه از یکی دیگه بپرسه که آقای داریوش رشادت نامی همچین تمرین داده و اونجا تمرین اینو گفته و من نفهمیدم اینو. باز با اینکه سعی کردم شفاف بازش بکنم همه مسائل رو، اما خب فعلا که زنده هم و گفتم اگر ممکنه برای بعضی از بچه‌ها سوال پیش بیاد، یک سری ادمین تعریف میکنم توی اون گروه و بچه‌ها یک سری سوالاتشون رو اونجا مطرح میکنن یا به ادمین ها میدن سوال رو، و ادمین ها مثلا یکی دو نفر ادمین، برای اینکه خیلی هم سرشون بنده خدا دیگه شلوغ نشه، یا 4 نفر یا 5 نفر یا 6 نفر ادمین، که این ادمین ها سوالات بچه ها رو به من منتقل میکنن و من هر هفته یک بار یا 2 هفته یک بار تو یک جلسه آنلاین زوم که هر کسی تونست تو اون جلسه از بچه اون گروه میتونه بیاد و اونجا یک جواب اون سوالاتی که بچه های ادمین برای من فرستادن رو هم میدم، هم اگر زمان بود، حالا ای بچه هایی که توی این جلسه زوم با من هستید چیزی هست، موضوعی هست بخواییم در موردش صحبت بکنیم، یعنی سعی
دلم میخواد یکم رابطه‌مو با بچه‌ها نگه دارم، خیلی فاصله نگیرم ازشون. البته باز هم میگم در حد توانم، در حد انرژیم، در حد زمانم، اگه واقعا سر کاری به اون معنا نباشم، اما سعی میکنم حتی سر هر کاری هم باشم بالاخره دو هفته یک بار، هفته یک بار یه زمانی بذارم برای بچه‌ها که بتونیم این صحبت‌ها رو با هم بکنیم و جواب سوالاتشون رو بدم. اینم از این دیگه. این که من برای تک تک این مهارت‌های بازیگری چندین مدل تمرین گذاشتم. شما قطعاً نمی‌رسید تمام تمرینات هر مبحث رو انجام بدید، اما میتونید همه رو یه ناخونکی بزنید. ناخونکی میگم دیگه هر تمرین رو یه هفته، دو هفته، سه هفته انجام بدید هر روز و بعد خودتون تشخیص بدید که کدوم تمرین روی شما بیشتر کارگزارتره، اثرگزارتره، اون تمرین رو ادامه بدید. برای همین سعی کردم برای هر مهارت چندین تمرین بذارم که در نهایت شما تصمیم میگیرید و میفهمید کدوم تمرین بیشتر روی شما اثر میذاره. چون واقعا بین بچه‌ها فرقه که یه تمرین روی یکی از بچه‌ها اثرگذارتره، یه تمرین دیگه روی یکی دیگه از بچه‌ها. اینم از این. قیمت رو من اینجا نمیتونم رقم بگم بچه‌ها، چون همین الان که داری منو میبینی ممکنه دو سال گذشته باشه از این ویدیو، سه سال گذشته باشه از این ویدیو، پنج سال گذشته باشه از این ویدیو. واقعا برای همین شما روی لینک تهیه پایین که هست، لینک تهیه پک کامل آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم که بزنی، مستقیم انتقال داده میشید به سایت اکتینگ جرنی و اونجا قیمت رو میبینید. اما باز هم من یک تخفیفی گذاشتم روی پک. یک، من برای بچه‌هایی که پیش خرید کرده بودن یه تخفیف 70% گذاشتم و استقبالم شد، خیلی خوب بود. و برای که هم در حق اونها چاف نشه و همین که باز هم شروع این ماجراست به هر بالاخره، یه تخفیف 50-60% گذاشتم. وقتی که برید توی سایت متوجه میشید اون تخفیف رو، میزان تخفیف رو، یه تخفیف 50-60% گذاشتم. اما این تخفیف طبیعتا همیشگی نیست و نمیدونم تا کیه و واقعا نمیدونم این تخفیف 50-60% تا فرداست، تا پس فرداست، تا دو هفته دیگه است، تا سه هفته دیگه است، تا یک ماه، تا دو ماهه. ولی خب طبیعتا باید باشه دیگه، حداقل یکی دو هفته، سه هفته، نمیدونم یک ماه. اما واقعا نمیدونم این تخفیف تا کیه، ولی میدونم به مناسبت اینکه تازه دارم راندش میکنم این پک رو و برای اولین بار دارم رونمایی میکنم ازش، دلم خواست که با توجه به شرایط کرونا و این داستانا یه تخفیف 50-60% روش بذارم. اینم از این. چند تا نکته دیگه. این پک برای اشخاص خاص رایگانه. اما اشخاص خاص کیان؟ خانواده هایی که بچه هاشون معلول حرکتی گفتاری هن. مثلا و نه تنها معلولین حرکتی گفتاری هن، چون به شدت تمرینات بازیگری برای این بچه ها عالیه، خیلی خوبه، اصلا تئاتر درمانی ما داریم و چون خیلی خوبه برای اینا، برای خانواده هایی که بچه هاشون معلولین حرکتی گفتاری هن و اینکه واقعا هم شرایط مادی مطلوبی ندارن، اگر واقعا اون خانواده ای که اون فرزند رو داره اون بچهشون اینجوریه به هر دلیلی ولی شرایط مالیشون خوبه، خب طبیعتا نیازی نداره به اینکه رایگان تهیهش بکنه. اما واقعا ممکنه بعضی از خانواده ها همین بچه‌هاشون همچین شرایطی رو دارن، همین که واقعا شرایط مادی اصلا خوبی ندارن و هرچی هم شاید در میارن دارن هزینه میکنن برای چه میدونم هزینه بیمارستانیشون یا ارتوپدیشون. برای همین برای این بچه‌ها رایگانه. یا سندروم داونی ها مثلا و طبیعتا خانواده‌هایی که بی بضاعتن، اینا میشن اشخاص خاص از نظر من. این که مثلا شما فقیر هستی از نظر من اشخاص خاص نیست. من بابام کارگر بود، هنوزم بناست و فکر نمی کنم
90% بازیگر از خانواده های متمول اومده و همه ماها از کف خیابون اومدیم و همه ماها از شرایط بدی اومدیم. همه ماها هم یعنی فکر نکن که تویی که الان واقعا وضعیت مالی خانواده خوب نیست پس تو شرایط خاص داری. نه واقعا همه ما این شرایط خاص رو داریم. این شرایط واقعا شرایط خاصی نیست که ما اون شرایط مالی رو نداریم. باید بجنگیم بتونیم پیداش بکنیم. باید بجنگیم برای یک سری از خواسته هامون. این از این و همینو بذار من وصف کنم برای یه چیزی. لطفاً خواهش میکنم ازتون، یه خواهشه، لطفاً ویدیوها رو بعد از اینکه تهیه کردید رایگان در اختیار آدمان قرار ندید. به چند دلیل: یک، به خاطر زحماتی که من پاش کشیدم، 14 سال زحمت کشیده ام. خب منتی نیست، خودم بازیگر دوست دارم، برای خودم کشیدم، اما برای زحماتی که برای تهیه این پک کشیدم، یک. دو، رایگان کردن یک چیز و رایگان دادن به دیگران ارزشش رو میاره پایین و فردا پس فردا میشه یه پک آموزشی که همینجوری داره دست به دست میشه و چون چیز رایگانه نه کسی جدیش میگیره نه کسی بهش توجه میکنه، فقط به خاطر اینکه لیبل رایگان خورده ها. یکی به این دلیله و قانون پید پرایس، قانون این که همون چیزی که گفتم، قانون این که ما هزینه موفقیت رو باید بپردازیم، چه مادی، چه انرژی، چه زمانی. یاد بگیریم رایگان نه چیزی رو بخوایم، نه خودمون رو رایگان بفروشیم. فردا پس اگر از الان هی رایگان 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 رایگان، فردا مجبوری هی رایگان 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 برای هم بازی بکنی. اون وقت هیچ وقت نمیتونی چشم داشته باشی به دست مزد گرفتن و معمولا خیلی جاها باب میشه که انقدر میری رایگان برای اینو اون بازی میکنی که هر دستیار کارگردان میگه خیلی خوب اینا که مثلا فلان بازیگره تئاتر ریختن اونا رو میاریم دستمزدم بهشون نمیدیم. نه، از الان یاد بگیر هم هزینه کن برای موفقیتت و فردا هم یاد بگیر که حداقل دستمزد خودت رو بخوای. که حالا یه ویدیو مفصل در موردش صحبت میکنم، کجا ما چقدر باید دستمزد بگیریم، کجاها چک و چونه بزنیم سر دستمزد هامون. یه ویدیو مفصل توی یوتیوب من در موردش میذارم. بذارید بچه ها و آدم ها یاد بگیرن بجنگن برای به دست آوردن یک چیزی. انقدر لش و لوش نباشن که رایگان و فوری یه چیز رو به دست بیارن. بذارید بجنگن براش. وقتی که بجنگه، وقتی که تهیهش بکنه، با جنگیدن، با به سختی پولش رو به دست آوردن، من فکر میکنم اون شخص بیشتر قدر این ویدیوها رو میبینه، میدونه، بیشتر سعی میکنه که حداقل تمرینات رو انجام بده به خاطر هزینه ای که کرده و سختی که برای تهیه کردنش گذاشته. بذاریم یاد بگیرن بچه ها برای خواسته هاشون بجنگن. بذاریم یاد بگیرن آدم ها که بفهمن هر چیزی به راحتی به دست نمیاد، باید براش بجنگد، باید از موقعیت سکون خودشون یک قدم برن جلوتر و از این فضای امن بیان بیرون. و برای اینکه چیزی رو به دست بیارن باید یک مرزهایی رو عبور کنن ازش و این مرزهایی که ازش عبور میکنن، این مرز ترس ها، این سختی پیدا کردن هزینه یک چیزی، اینا یادشون میده که تو مسیر چجوری بمونن و چجوری قدم به قدم موانع رو بردارن. پس ازتون خواهش میکنم که ویدیوها رو رایگان در اختیار کسی قرار ندید. اگر در نهایت فکر کردید مفیده، به دوستای بازیگرتون بگید که من یه همچین پک مفیدی رو تهیه کردم. اگر دوست داشت، خودش میاد سر میزنه به سایت، خودش میاد سر میزنه به کانال و باز هم اگر دوست داشت تهیه میکنه. اگر فکر کرد واقعا به نفعش، تهیهش میکنه. اینم از این. خب یه خواهش دیگه برای بچه هایی که باز هم پک رو تهیه میکنن، تو همون سایت تو قسمت دیدگاه ها یه جایی نوشته، فکر کنم دیدگاه یا نوشتن دیدگاه یا همچین چیزی، کامنت بذارید توی اون بخش دیدگاه و من قطعا کامنتاتون رو میخونم اونجا، دیدگاهاتون رو میخونم. به همون کامنتی که اونجا میذارید رو هم کپی بکنید بیاین زیر این ویدیویی که همین الان دارید میبینید تو بخش کامنت ها اون پایین، همون کامنتی که اونجا توی سایت میذارید رو اینجا هم بذارید.
توی سایت میشه زیر همون تو همون بخش پک دیگه، تو همون بخش پک وقتی پک رو تهیه میکنید میایید پایین نوشته گذاشتن دیدگاه، کامنتی که اونجا میذارید و کپی بکنید بیاید اینجا تو بخش کامنت های یوتیوب زیر این ویدیو هم حتما بذارید. آیا این پک آموزش بازیگری حرفه‌ای کامل ترین پک آموزش بازیگری در جهان هست؟ خیر، اینا تبلیغاته. نه قطعا، نه این پک بهترین پک آموزش بازیگریه، نه من بهترین مربی بازیگری دنیا، هرچند خیلی جذاب و جالبه که تو بتونی مربی بازیگری خوب باشی توی دنیا و تاثیرگذار باشی مثل امثال لیستراس، فرگستل آدلر، استانیسلافسکی، میرهولد، چخوف، واقعا جذابه بتونی تو صنعت بازیگری دنیا تاثیرگذار باشی، اما مطمئنم که من نیستم در اون حد. اما واقعا تمام تلاشم رو کردم که اون چیزهایی که من رو بازیگر نسبتا خوبی کرد با توجه به چیزهایی که کامنت هایی که از دیگران نسبت به بازی خودم میگیرم و نقد هایی که در مورد بازیم چه تو فیلم هایی که بازی کردم چه تو تئاتر هایی که بازی کردم میشه و چه مسیر خوبی خدا رو شکر جلوی روم هست، تمام تلاشم رو کردم آن چرا که من رو خوب کرد و حتی بیشتر باز بذارم، حتی تمریناتی که خودم به زور باید منظم کنم خودم رو تو اون تمرینات هم حتی اونها رو هم گذاشتم، یعنی خود من نیاز دارم به پک خودم. اما هم به لحاظ محتوا ایدئال نیست طبیعتا، هم به لحاظ فنی ایدئال نیست. به لحاظ فنی یکی این که با همین دوربین گرفته شده، دوربین ساده HD گرفته شده و کیفیت صداش به اون معنا خیلی مطلوب نیست، ولی خب خوبه، مثل همین صدایی که دارید میشنوید. شاید یکی دو ویدیو اولش جایی ذره خشخش هست چون ممکنه اونجا دیگه حرف نمیزنم، تمریناته و بلند میشم یک سری حرکات رو انجام میدم، یک سری خشخش های میکروفونی میاد، خیلی ریزه که از ویدیو سوم چهارم دیگه بعدم درست شد اون خشخش ها. اما باز هم در آینده احتمال این که من دوباره کل این پک رو دوباره با توی یک پروژه توی یک استودیوی بزرگتر با امکانات حرفه‌ای تر دوباره همه اینا رو دانلود بکنم، چیز ضبط بکنم و آپلودشون کنم روی سایت هست و اون موقع باز هم شما میتونید برید و حالا با اون کیفیت اونا رو آپلود بکنید با همون یک بار خریدی که همون دفعه اول انجام دادید. اینم احتمال داره در آینده این کار بکنم، اما همین الان قابل تحمله، نه تنها قابل تحمله، واقعا اوکیه، واقعا خوبه به لحاظ فنی، اما ایدئال من نیست. خب رفیق من، دوست عزیز من که میگی خیلی دلت میخواد بازیگر بشی، که میگی من برای این حرف میمیرم، که میگی من رویام بازیگر شدنه، ما یه چیز داریم به نام حرف، یه چیز داریم به نام عمل. هیچ وقت هیچ حرفی در دل تاریخ هیچ اتفاقی رو رقم نزده، اعمال ما هستن که اتفاق رقم میزنن. از اینجا به بعد دیگه به تو بستگی داره. یه جاش وظیفه من بود که بهت بگم چی میتونه تو رو بازیگر خوبی بکنه، چه تمریناتی میتونه تو رو بازیگر خوبی بکنه. این دیگه دست توه، حالا بری و اقدام بکنی، حالا بری تهیه بکنی و شروع بکنی به تمرین کردن. نه لزوما در مورد پک من، در مورد هر کتاب بازیگری، در مورد هر مباحث بازیگری دیگه، در مورد هر پک آموزشی دیگه. یعنی قدم اول تهیه کردنه و قدم‌های بعدی قدم برداشتن و تمرین کردن و جلوتر رفتنه. خیلی از دوستان بارها پرسیده بودن ما برای نمیدونم لهجه چه تمریناتی بکنیم، برای فن بیان و سخنوری توی بازیگری چه تمریناتی بکنیم، برای برد صدامون، کار روی صدامون چه تمریناتی بکنیم، برای نمیدونم تخیل، تمرکز چه تمریناتی بکنیم، برای کار روی نقش چه تمریناتی بکنیم، برای تست دادن چه تمریناتی بکنیم. یکی از همون ویدیوهایی هم که به این دوتا ویدیویی که گفتم اضافه خواهد شد قطعا ویدیو تسته، چطوری برای تست ها خودمون رو آماده بکنیم یک دو، و چطوری چیکار بکنیم که زمان تست هم تست بهتری داشته باشیم، یعنی چه تمریناتی در موقع خود روز تست، یک سری تمرینات مال قبل از روز تسته که ما خودمون رو آماده میکنیم برای روز تست
و یک سری از تمرینات هم مال خود روز تسته، اون ویدیو هم توی همین پک خواهد بود. این 3-4 تا ویدیو فقط مونده که گفتم عواطف از کجا شروع کنیم و ویدیو تست، این 3 تا که اینم توی همین 7-8 روز آینده، یعنی که امروز که هفته دیه، تا 7-8 روز آینده قطعی هم قرار خواهد گرفت. خیلی دوستان پرسیده بودن اینا رو و من تمام آنچه رو که میتونستم گذاشتم توی این پک. یه سوال بعد ویدیو رو تموم کنم، آیا من در یوتیوب دیگر ویدیو نخواهم گذاشت؟ چرا؟ قطعا من در یوتیوب پروسه چیزم رو ادامه میدم و همطوری هم که تو ویدیوهای آموزشیم گفتم بچه ها ویدیوهای پک آموزش بازیگری، اون ویدیوها غذاست، ویدیوهای یوتیوب مکمل غذاییه و حتی از اونام خواستم که لطفاً در کنار تمرینات ویدیوهای آموزشی حتما این ویدیوها رو هم ببینید، چون این آموزشایی هم که اینجا میدم بچه، آموزشایی که من تو یوتیوب میدم آموزشای گرونیه تو آمریکا، آموزشای خیلی گرونیه تو آمریکا به خدا، ولی خب به هر دلیلی من هم دوست داشتم تو یوتیوب انجامش بدم، هم یه بازاری برای خودم پیدا بکنم، هم یه کسب درآمدی ازش داشته باشم، با توجه به اینکه می‌خواستم آموزش ببینم برم آمریکا و استرالیا و نیاز داشتم به هزینه آموزشش و بعد از یه جای شروع می‌کردم بالاخره. اما باور کنید آموزش‌های گرون آموزش‌هایم که همین الان دارم توی یوتیوب میدم، این آموزش‌ها به قوت خودش باقیه. اما موضوع من آموزش یوتیوبم معمولاً جنرال تره، معمولا مطالب عمومی بازیگریه، حتی میتونم بگم مطالب روانشناسی بازیگریه، بیشتر روانشناسی موفقیت بازیگریه و یک سری مطالب روانشناسی دیگه بازیگری، به ماهیت بازیگری، انگار ماهیت این مسیر، ماهیت مهارت‌ها. شاید خیلی هم آموزش واقعا خوبیه، من خودم خوشم میاد، خیلی وقت هم خودم میشینم آموزش های خودم رو میبینم، دنبال میکنم انگار یه نفر داره با خودم صحبت میکنه. اما آموزش های پک بازیگری کاملا صرفا فقط آموزش مهارت های بازیگریه، آنچه که من را بازیگر بهتری میکند، آنچه که من را بازیگر خوبی میکند، آنچه که من را بازیگر حرفه‌ای میکند، اینه مطالب اون پک. خیلی چاکریم، دوستتون دارم و قطعا باز سوالی داشتین میتونید از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام و از طریق همینجا یوتیوب تو بخش کامنت ها بپرسید و من تا جایی که زمان داشته باشم قطعا جوابتون رو خواهم داد. چاکریم، فعلا. سلام دوستان به کانال اکتینگ جرنی یا سفر بازیگری، خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر هستم. چی بود؟